دل دشت های وسیع آفریقا جایی که روت ها و بیابون ها و جنگل های استوایی مرزهای طبیعی رو می سازن، نسلی تازه از انسان ظهور کرد نسلی که بعد ها اونو انسان خردمند هوموسیپین نامیدن سالها دانشمندا باور داشتن که این موجود تنها تو شرق آفریقا در گوشه ای مشخص از دل انسان های هایدلبرگی پدید اومده اما با گذشت زمان و کشف‌های تازه تصویر ساده و یک خطی جای رو به داستانی پیچیده ترداد. ماجرا در سر تا سر قاره آفریقا جریان داشت سلام من جواد آزادی هم این یکی از ویدیوهای اگزونه تو پلی لیست فرگشت انسان امروز قراره در مورد این صحبت کنیم که چجوری انسان خردمند ظهور کرد نخستین نشونه های این ظهور رو در فسیل های کمیاب ما میتونیم ببینیم دو جمجمه باستانی امو 1 و امو 2 که نزدیک به 196 سال پیش تو دره اموتو اتیوپی جا خوش کرده بودن مدت طولانی تنها سند معتبر ما بودن بعدها جمجمه قدیمی تری توی افریقای جنوبی توی فلوریسپاد و استخانهایی تو قارهای کنار رودخانه کلاسیس کشف شدن که نشون میداد انسانهایی با پیشانی بلند شبیه به ما اونجا حضور داشتند. اما هر کشف تازه داستان رو مبهمتر میکرد تو سال 2018 نیمه ای از یک فکی به اسم میسلیای یک تو کوههای کارامل اسرائیل پیدا شد تاریخ اون بین 177 تا 194 هزار سال پیش بود و به دانشمندان نشون میداد که انسان خردمند خیلی زودتر از اون چیزی که تصور میشد پاش رو بیرون از آفریقا گذاشته تا پیش از این باور رایج این بود که مهاجرت جدی این سیپین ها تنها حدود هفتاد هزار سال پیش اتفاق افتاده بازم ماجرا ادامه پیدا کرد تو شمال آفریقا توی محوتهای به نام جبل ایرهود سالها موضوع بحث بود که که اول تو دهه 1960 همراه با ابزارهای سنگی پیشرفته پیدا شدن ابتدا به ناندرتالها نسبت داده میشدن اما بررسی دوباره تو سال 2000 با ابزارهای جدید تاریخ گذاری حقیقت شگفت‌آور را آشکار کرد این ها بیشتر از 315 هزار سال قدمت داشتند در واقع بسیار شبیه تر به ما بودند تا به هر گونه دیگه ای. یعنی اینا یک مدلهایی از انسان خردمند بودند این کشف معادلات رو بر هم زد دیگه نمیشد گفت تنها شرق آفریقا زادگاه ما بوده تصور تازه این بود که انسان خردمند نتیجه شبکه ای از جمعیت در سرتاسر سر قاره افریقا بود هایی که هر کدومشون ویژگی هایی از سیپین بودن داشتند و با گذشت زمان این ویژگی ها در هم تنیده شد اما چرا این شبکه پراکنده اهمیت داشت چون افریقا سرزمینی پر از موانع طبیعی بود رودخانه های عظیم بیابون های خشک جنگل های متراکم جابجایی بین این منطقه های مختلف آسون نبود اما تغییرات اقلیمی و دوره های بارانی یا خوش باعث می شد که گروه ها گهگاه از مرزهای طبیعی عبور کنند به هم برسند و ژن و فرهنگاشون رو با هم و در هم بیامیزند همین رفت آمدها بود که زمینه شکلگیری یک گونه جدید را فراهم کرد به این ترتیب خردمندان نخستین نه در یک منطقه بلکه در سرتاسر سر افریقا رشد کردند و از همان زمان بذر میل به جا جایی تو وجودشون کاشته شد وود وود این توشون بود میلی که بعدها اونها رو به شام عربستان اوراسیا و در نهایت به همه قاره ها رسوند وقتی انسان خردمند پاشو از آفریقا بیرون گذاشت و کم کم تو گوش کنار زمین پراکنده شد چیزی بیش از ابزار و فسیل به همراه داشت اون حامل یک شیوه تازه زندگی بود شیوه ای که ریشه ای در دل گروه های کوچک شکارچی گردآورنده داشت نخستین خردمندان تو دسته های جمعی زندگی میکردند بقا در طبیعت برای یک فرد تنها تقریبا غیر ممکن بود اما در کنار گروه شانس زنده ماندن چند برابر میشد همین زندگی گروهی عمیقا بر روانشون تاثیر گذاشت میل به تعلق نیاز به همکاری توانایی شگفتانگیز برای همدلی همه اینایی که تو انسان امروزی ما داریم از رفتار سنتی و باستانی انسان در دل آفریقا میاد از اینجا بود که انسان خردمند تفاوت خودش رو با دیگر گونه های انسانی آشکار کرد ناندرتال ها همسایه های نزدیک اون بودند قوی تر و با جمجمه ای بزرگتر اما به همون اندازه ماهر در ساخت ابزار هر دو گونه زبان های نمادین داشتند نقاشی میکشیدند زینت داشتند زیورالات داشتند حتی هم در هم آمیخت یه وقتا یه وقت اینا با هم ازدواج کردن تا جایی که امروز تو ژنوم اروپایی‌ها هنوز یک تا سه درصد دی ان دیده میشه با این حال سرنوشت اونایی یکی نبود ناندرتالها خاموش شدن منقرض شدن اما انسان‌های خردمند خردمندان سر تا سر سیاره رو پر کردن راز این تفاوت در رفتارشون نسبت به طبیعت نهفته بود نئاندرتال‌ها درست مانند دیگر شکارچیان تنها به اندازه نیاز از محیط می‌گرفتند اما خردمندان رفتار متفاوت داشتند با رشد جمعیتشون منابع بیشتری رو برداشتن زیستگاه رو دگرگون کردن و گونه های بزرگی مثل ماموتها، ها کرگدن های پشمالو و شیرهای قار رو تا مرز انقراض پیش بردن ورود یک گروه خردمند به هر زیستگاه دیر یا زود تعادل اون محیط رو بر هم میزد این تغییر تنها زیستی نبود فرهنگی و اجتماعی هم بود خردمندان برخلاف خلاف کودکانشون رو مدت های پرورش میدادند یک ناندر سال در دوازده سالگی تقریبا بالغ بود اما یک خردمند سالها بیشتر برای یادگیری و رشد وقت میذاشت این دوره طولانی تر کودکی باعث میشد که انتقال دانش پیچیدگی فرهنگی و رشد مغزی تو خردمندا گسترده تر باشه به مرور زمان جوامع خردمندان شبکه های گسترده ای از روابط رو ساخت اونا تنها تو یک گروه کوچیک متوقف نمی شدن دایره ی دوستان رو داشتن خیشاوندان بعدها هم پیمانان گسترده تر شد همه چیز امروز هم میراس اون رفتار رو میبینیم میگن بهترین چیزی که شما میخوای پیشرفت کنی اگه میخوای داشته باشی شبکه سازیه هر یک از ما نه تنها ده ها دوست و خانواده بلکه صدها ارتباط مجازی تو شبکه های اجتماعی داریم یکی از ویژگی های بنیادین این گروه ها محافظت از اعضای آسیب پذیر بود زنان و کودکان در اولویت بقا بودند چرا که آینده گروه به وابسته بود حتی سالمندان بیمارم هم رها نمیشدن در چون اطلاعات داشتن میتونن در جایی که ما گیر افتادیم یک نظر اثرگذاری بدن و نجات بدن کل قبیله رو شواهد فسیلی نشون میده که انسان های باستانی با وجود بیماری های شدید به لطف مراقبت گروهی سالها زنده میموندن این رفتار نوع دوستانه محصول مستقیم همدلی انسانی بود همدلی نه تنها موجب حمایت شد بلکه بنیان اعتماد و عدالت رو تو گروه گذاشت درست همونطور که امروز ما از کسی که تقلب میکنه یا لطف جبران نمیکنه دلخور میشیم در جوامع نخستین هم خیانت به اعتماد واکنش تند برمیانگیخت این مکانیزم ساده انسجام گروه و حفظ میکرد ویژگی های دیگه ای هم وجود داشت تقسیم وظایف بود به ویژه بین دو جنس پارا تقسیم می‌شدند. مردان بیشتر شکار میکردند زنان بیشتر گردآوری می کردن مراقبت از فرزندان به عهده احت... اونا بود همین تقسیم وظیفه که در دو دوره نوسنگی دوازده تا دو ده, ده هزار سال پیش پررنگتر شد زیربنای بسیاری از ساختارهای اجتماعی شده که هنوز هم سر جاشه تو فرهنگهای انسانی در نهایت اون چیزی که انسان خردمند رو در مسیر سلطه بر جهان یاری داد نه یک جهش ژنتیکی خارقالعاده بلکه پیچیدگی فرهنگی و اجتماعی بود زبان برای انتقال سنت ها خیلی خیلی مهم بود همدلی برای حمایت متقابل مهم بود تعلق به گروه مهم بود بقا از طریق حمایت شدن مهم بود اینا ابزارهایی بودن که جای هر سلاح و هر عضله نیرومندی رو گرفتن و کمک کردن به انسان که گونه برتر و گونه غالب این سیاره بشه من جواد آزادی هم یکی از ویدیوهای اگزون بود ممنون که پلیلیست فرگشت انسان رو دارید پیش میرید با ما ما سعی می‌کنیم کاملترش بکنیم واقعا خیلی خیلی به من امید و انگیزه میده وقتی نظرتون رو می‌نویسید وقتی توصیه می‌کنید که یک ویدیویی بسازیم اگه فکر می‌کنید جایی هست که ما بهش نمی‌پردازیم برامون کامنت کنید ما می‌ریم می‌خونیم می‌بینیم و در موردش ویدیو می‌سازیم اگزون یک مجموعه خصوصی که داره سعی میکنه ویدیوهای جالبی در مورد دنیای علوم طبیعی بسازه بهترین راه راحت ترین راه اینه که حمایت بشیم راحت ترین راه مستقیمه حمایت مستقیمه ما بتونیم حامی داشته باشیم اگه میتونید اسپانسر اگزون بشید پیام بهمون بدید تو اینستاگرام یا به ایمیل اگزون اگزون پادکست از که بتونیم اسپانسر داشته باشیم اگه بخواید حامی اگزون بشید از طریق یوتیوب سوپر تانکس یا یوتیوب ممبرشیپ میتونید حامی اگزون بشید یا اگه داخل ایران هستید میتونید از طریق ریمیت حامی اگزون بشید خیلی به ما کمک میکنه اگه به هر دلیلی هم نمیخواید این کارو بکنید ویدیو رو لایکش کنید این لایک ها خیلی به ما کمک میکنه دونه دونه این لایک نشون میده به یوتیوب که ویدئویی که شما دارید میبینید ویدئوی ارزشمندیه وقت براش گذاشته شده ویدئوی زردی نیست کامنت بذارید نظرتون رو بگید این گزینه هایپ سمت راست بکشید روی گوشی ها هست بزنید ویدئو رو برای کسی بفرستید اینستاگرام اگزون هم از دست ندید ما اونجا هر روز ویدیوهای جدید میذاریم موضوعات یکم متفاوته یکم موضوعات عامتری میاد ولی ویدیوهای خیلی خیلی جالب و علمیه اگه دوست داشتید اونجا رو ببینید من جواد آسادی هم این یکی از ویدیوهای اکسون بود ممنون که نگاه کردید